سلام. یه انرژیشون خوبه ها؟ آره انرژیشون خوبه. آره میخوای یه امتحان بکنی؟ همینطوری یه امتحان بکنی، یه خنده بیاین صداشون میرسه. آفرین آفرین واقعا دمتون. چون توجیهن متوجهن که با این اصلا صورتشون معلوم نیست، در نتیجه کمدین هیچ لبخندی چیزی نمیبینه، بعدم صداهای کم خنده های کم اصلا اینقدرش میاد بیرون. هرگی نخندید اخراجشون. آقا در خدمتی. چکری حالت خوبه؟ یه دست به افتخار خودتون بزنید. دلتنگ بودیم ما هم همینطور زیاد. من یه مدت بیکار بودم تو خونه، بعد بابام اومد گفتش که بزنید که بیکار باشی تو خونه حداقل بیا با هم بریم خرید. نمیدونم دیدین یا نه، ما ایرانی ها عادت داریم هندونه که میخریم دوتا میزنیم زیرش میگه تپ تپ، میگیم این هندونه خوبیه. بابا من این سیستم رو واسه همه چی استفاده میکنه، یعنی کفش که میخره دوتا میزنه زیرش میگه تپ تپ، میگه این کفش خوبیه. شیرینی که میخریم دوتا میزنه زیر جعبه میگه تپ تپ، میگه این شیرینی خوبیه. یه بار رفتیم زمین بخریم دید چیزی نیست بزنه زیرش، دوتا زد زیر بونگاییه. گفتم ولش کن اصلا بابا من برم بیرون دردسره، برم دنبال کارم حرفم. گفتم همین حرفه بازیگری و حالا تو استنداپ کمدی مثلا تونستیم یه موفقیتی کسب کنیم، بازیگری رو بتونیم به صورت حرفه‌ای ادامه بدیم. نمیدونم شنیدین یا نه، هی میان میگن واسه بازیگر شدن سه تا چیز خیلی مهمه: قیافه و پول و پارتی. درست شنیدین، خیلی مهمه. من که قیافه نداشتم پولم نداشتم، دیدم تنها گزینه باقی مونده و مناسب ترین گزینه گزینه سه، یعنی همون پارتیه. واسه همین پارتی رو انتخاب کردم، سه بار رفتم پارتی ولی گرفتم. آخرین باری که رفتم پارتی تو محوطه باغ اومدم برم دستشویی، یهو دیدم یه جناب سروان بالای دیواره، یهو منو دید گفت آقای صبوری از شما بعیده اینجا؟ گفتم جناب سروان از شما بعیده اونجا؟ بالای دیوار مردم چیکار می‌کنی؟ یهو پرید داخل گفت اینجا چیکار می‌کنی؟ گفتم جناب سرمون من میخوام بازیگر بشم، یکی از درهای ورود به سینما پارتیه. گفت دقیقا کدوم در؟ گفتم این در، دارن پارتی میکنم، فقط این دره رو قفل کردم، باید پلا بریم بالا از در پشتی وارد چی؟ رمزی هم باید در بزنی، سه تا میزنی یکی نمیزنی. یوهی بیسیمش رو در آورد گفتش که یاور یاور کلاغا تو آشیونه. گفتم جناب سرمون با این همه دبدبه چپچپه از بالا دیوار باغ اومدی پریدی تو کلاغ بگیری؟ گفت من منظورم کلاغه داخلن. یهو نیروها اومدن داخل و برگشت بهم گفتش که آقای صبوری لطف کن با ما همکاری کن، داخل چند تا کلاغن. گفتم شما فکر کردی من آدم فروشی میکنم؟ یهو اسلحه‌شو نشونم داد گفت بهت میگم داخل چند تا کلاغن. گفتم خب آدم فروشی که نمیکنم، ولی پرنده فروشی شغل خانوادگی من عموم کفدرباز پرنده‌ها رو دوست داریم. عرضم به حضورتون که 27 تا کلاغ داخل سالنن، 4 تا کلاغ حیاط پشتی ان، 2 تا گنجشک تو لابی ان، یه کرکس انتهای راه رو دست راست از سر شب داره چیپسا رو میخوره. یه گربه تو جمع هست، این هی به کلاغا حمله میکنه، لطفا اونو زودتر بگیرینش. یه قناری موجه هم تو جمع هستش، اونم مثل من مثل که اشتباه اومده اونو به خاطر من چشم پوشی کنی. یه یا کریم چاق و کچل هم از پراش ریخته اون صاحب باغه، اونو بدین گربه بخوردش. چرا من گفت مطمئنی؟ گفتم بله، فقط چون من سه بار اومدم اینجا تسلط دارم، اجازه بدین عملیاتو من به عهده بگیرم. ببینید ما نباید با حالت تهاجمی وارد شیم، چون کلاغا از حالت نرمال به حالت پرواز در میام ما بدبخت میشیم. ما باید با سیستم 2-4-4 بریم جلو. گفتش که منظور 4-4-2 با دو تا مهاجمه. گفتم نه، 2-4-4 با دو تا دروازه‌بان. گفت چرا دو تا دروازه‌بان؟ گفتم من دیدم خیلی اینا خوب گل میزنن. بعد گفتم بذاریم من تقسیم بندی کنم، قاسمی تو از این ور برو. بعد طرف گفتش آقا من قاسمی نیستم، محمودی ام. گفتم ای بابا تو این سریال پلیسی همش یه قاسمی وجود داره. گفتم محمودی میتونم با راحت باشم؟ گفت بله قربان چجوری؟ گفتم قاسمی صداد کنم. گفت بفهم. گفتم شما بی زمان از در وسط برو. یوی جان سلام. گفت اینجا که در وسط نداشت. گفتم نه با این لچ کردم خواستم اسکلش کنم. بعد گفتم که شما سه تا از این ور ایستاده میرین، شما دو تا از اون ور نیمخیز میرین، شما چهار تا از این ور سینه خیز میرین، میمونه شما دو تا، شما دو تا هم سینه ریز میرین. بعد جناب سروان گفتش سینریز دیگه چیه؟ گفتم سینریز برم شک نکنم، شک نکنم پلیسی.
یهایی جناب سرما اومد جلو گفت آقای صبوری ما اینجا با هیچکی شوخی نداریم. یادم نه واقعا قضیه جدیه، دلم به حال کلاغای داخل سوخ، بیشتر اون قناری موجه. گفتم برم پرشون بدم، دویدم رفتم سمت سالن، رسیدم به پنجره گفتم بچه ها این منو گرفته، ریختن هممونو گرفتم. بعد جناب سروان به خاطر همکاری تو فروش پرنده ها به من عف زد، اومد گفتش آقای صبوری مسیری که رفتی اشتباهه. یوهایی بیسیمشو در آورد گفت آقای صبوری مسیری که رفتی اشتباهه، مسیر بازیگری نیستش، آدم مسیر درست از کجا پیدا میکنه؟ گفتم ما از تو اپلیکیشن ها مسیریابی پیدا میکنیم. گفت نه مسیرش یه جور دیگه است، برو پیدا کن. رفتم گشتم پیدا کردم، دیدم واقعا راست میگه، اصلا اینطوری نیستش که تو کشتی بیای بازیگر بشی، باید زحمت بکشی بری خاک صحنه بخوری، که واقعا زحمت کشیدم و تونستم خاک صحنه بخورم. ایناش خاک صحنه است از ناصر قزرو خریدم، خیلی هم سخت پیدا میشد. صبح بعد صبحونه میخورم، خواستیم بخورم، زیاد تو آب حل نکنیم گل میشه، گلتون اذیت میکنه. بعد منتظر وایستادم تا بهم نقش پیشنهاد بدن، میگن که اگه یه تهیه کننده بهت زنگ زد سعی کنی تاقچه بالا بزنین، خودتون لوس کنین ناس کنین که قیمتتون بره بالا. همینطور منتظر نشسته بودم یوی یه تهیه کننده بهم زنگ زد، برداشتم گفتم ببین من بازی نمیکنم، جوابم منفیه. دوباره قطع کردم، دوره زنگ زد، گفتم عزیزم من میخوام ادامه تحصیلات بدم، اصلا نمیخوام بازی کنم چون نمیفهمی. دوباره قطع کردم، دوباره زنگ زد، گفتم ببین من نامزد دارم چون متوجه نمیشی، زنگ میزنم داداشام بیان پدرتو در بیارن. و قطع کردم، دیدم دیگه زنگ نزد، گفتم من باید بهش زنگ بزنم. رفتم شمارش برداشتم بهش زنگ زدم، گفتم که واقعا خجالت نمیکشی؟ حالا من هیچی، تو نباید سراغ این بچه رو بگیری. گفتم گفت چی میگی؟ گفتم این بچه باید زیر دست ناتهیه کننده بزرگ شه، این بچه تهیه کننده نمیخواد. گفت کدوم بچه؟ کدوم کودک درونم؟ که تلفن روم قطع کرد. خلاصه رفتیم سر یه کار دیگه که قرارداد ببندیم. اینجا گفتم مطالباتمو زیاد ازشون بخوام که قدرمو بدونن، نه کشیه. گفتم ببینین من در صورت این نقش رو بازی میکنم، نقش مقابلم خانم لیلا حاتمی بازی کنم. گفتم این اصلا نقش مقابل نداره. گفتم کنارم چی؟ گفت کنارم نداره. گفتم نقش مادرمو میشه بدی بهشون؟ گفت مادرش از دست داده. گفتم آخه پدرمو میتونم بازی کنم؟ گفت پدرش ولش کرده رفته. گفتم نقش دخترمو میتونم ایفا کنم؟ گفتم این کاراکتری که داری بازی می‌کنی اجاقش کور، اصلا بچه دار نمیشه. شما ببینید اول نقشی که به من خورد یه نقش بدون مقابل اجاق کور بی پدر مادر بود که واقعا خورد تو ذوقم. یوهو یه تهیه کننده به تورم خورد، گفت ببین همه این بازیگرایی که داری میبینی اول سر کیسه رو شل کردن، یه ذره سر کیسه رو شل کن، هم بهت نقش بدم هم یه جای خوب تو تیتراژ بدم، تیتراژ خیلی مهمه. گفتم جدی؟ چجوری؟ مثلا من کجا تیتراژ میخورم؟ گفتش ببین یه نقش دارم تو تیتراژ، تو نزدیک کارگردان بر تهیه کننده میخوری، ویو ابدی، یعنی همش آی فیلم نشونت میده تو چشی، دو خط به هدیه تهرانی فاصله داری، اوکازیون قبل تو هم اسم یه خانم دکتر خورده 50 میلیون تومان. گفتم نه زیاده، یکم کمتر. گفتش ببین یک دونه جا دارم توی تیترای سمت چپ عباس جمشیدی زیر مهران رجبی 10 میلیون تومان. گفتم نه اینم زیاده. گفت سمت راست عباس جمشیدی دارم از بالا موشا با بهنام تشکر 5 میلیون تومان. گفتم نه من اصلا سمت راست و چپ عباس جمشیدی رو نمیخوام. گفت اتفاقا یه جا دارم وسط عباس جمشیدی. گفتم چی جوری؟ گفت تو تیتراژ اینطوری میخوره، عباس علی صبور جمشیدی 2 میلیون تومان. گفتم واقعا خوبه ولی بودجم نمیرسه. گفت بودجت چقدره؟ گفتم در حد مثلا 500 هزار تومان چی داری؟ گفت 500 هزار تومان اتفاقا یه نقش پررنگ واسات دارم. گفتم چقدر عالی، یعنی نقش اصلی هم؟ گفت نه. گفتم چه جوری اصلی نیستم ولی پررنگم؟ گفت تو تیتراژ پررنگی، چه 500 هزار تومان دادم اینطور تو تیتراژ من پررنگ نوشتم به عنوان علی صبوری. آره خلاصه رفتم یک سریال بازی کردم که امسال هم پخش شد و خدا رو شکر تونستم جایزه بازیگری هم کسب کنم و ادعا میکنم که توی تاریخ نه کسی تونسته این جایزه رو بگیره نه خواهد گرفت. از اداره برق ازم تقدیر کرده بودم موقع پخش سریال، همه مردم تلویزیون رو خاموش میکنم. ما انرژی مصرف نمیشه دیگه، برق زخم نمیشه. رفتم گشتم بگم آقا چه مردم مشکل دارم من بازیگر بشن، همش اینا بده استندآپ کمدی همش. فهمیدم مثلا سه تا مشکل اساسی دارم، یکیش موهامه، موه منو نگاه کنید، موه
فر نامعلومه، معلوم نیست چی قرار بوده بشه. شما تو این چند سال اخیر کدوم بازیگر رو دیدین با موهای من مثلا میتونه سوپر استار بشه؟ نگاه کنین تصویر رو ببینین، این شهاب حسینی با موهای منه به نظر به نظر تو شهاب حسینی با این چهره سوپر استار میشد؟ برید تصویر بعدی، اینا برنامه رادان با مو دهن من. من همینجا اومدم بعد ازم تقدیر کنم. دومی ایراد هستیست که من دارم هیکلمه، من 110 کیلو هم. یعنی تو این چند سال اخیر تک تک سوپر استارای آقایی که جایزه گرفتم بین 60 تا 80 کیلو بودم. یعنی شما تو وزن من تنها آقایی که بالای 100 کیلو بوده تونسته جایزه بگیره اکبر عبدی بوده، اونم جایزه مکمل زن رو گرفته مرد نگرفته. سوم مشکلم فامیلیمه، فامیلیم سینمایی نیست، صبوری. یعنی شما نگاه کنین بعضی اسمو جایزه بگیرم مثلا صابر ابر، نمیدونم بوتن شکیبا، تو آنونسا اینطوریه مثلا صابر ابر، نوید محمدزاده، هوتن شکیبا، علی صبوری. مثلا وزن نداره. من تو مدرسه هم طرف معلم حضور غیاب میکرد فامیلیمو صدا نمیکرد، مثلا میگفت یوسفی، طرف میگفت حاضر، تقوی حاضر، به من که میرسید میگفت هوی، میگفتم حاضر. مطمئنم که اگه یه روزی تو جشنواره بتونم جایزه بگیرم، مجری میگه که سیمرغ بلورین امسال بهترین بازیگر مرد تعلق میگیره به بغل دستی هوتن شکیبا. یعنی باید بغل یکی بشینم. خلاصه دلسرد نشدم هیچ وقت، تلاشمو کردم، همیشه سعی کردم که تلاش کنم تا موفق بشم. فهمیدم که واسه بازیگر شدن باید نزدیک هنرمندا باشی، رابطه تنگ و تنگ داشته باشی، و من به این مسیر رسیدم و تونستم هر هفته هنرمندا رو از نزدیک ببینم تو منوی رستوران. منوی رستورانه که اسم همه ساندویچاش و پیتزاش و هر چیزی که ارائه میده بازیگراست. من رفتم اونجا، فقط از تجربه میگم یه بار رامبو جوان سفارش دادم، توش مو بود سفارش دادم. آره، بعد کنار هر سفارشی که میاریم براتون یه سیب زمینی میاره، فکر نکنین اون پولش حساب نمیکنه، اون فیریه، اون مهران رجبی شانتیونه کنار همه میز است. اگه دو نفری رفتین یه اکبر عبدی کاملا زیرتون میکنه. ما یه بار دو نفری رفتیم، من یه اکبر عبدی سفارش دادم، یه رضا کیانیان هم سفارش دادم، رضا کیانیان موند، بردم خونه خراب شد، تو یخچال نذاشت. اینم آخرین عکس من کنار رضا عطاران که دارم میخورمش. چاکری به افتخار خود. دمت گرم. نوکر. دمت گرم. ماشالله معلی. ماشالله. خیلی مخلصیم. قربون. حالت خوبه؟ عالی. سر حالی؟ عالی. مزه داد؟ عالی. بعد مدت ها خیلی بوله. دلم واقعا تنگ شد. مرسی که برگشتین. قربونت برم. انشالله که خنده روی لب همه مردممون باشه، تو مخصوصا تو این اوضاع. آره. حسابی بخندن، حسابی حالشون خوب باشه، واقعا نیاز داشتن به خنده بودن. بعد باشین شما هم. ما هستیم همیشه. قربونت برم. چاکرین. قربونت. بایدیم.